بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. آیا اولین چیزی که از ذات احدیت به عنوان فاعل مختار سر میزنه، اولین چیزی که خلق میشه، اولین چیزی که وجود پیدا میکنه چیه؟ خب ما برای اینکه این مطلب را در باب توحید بفهمیم از خودمون شروع میکنیم تا ببینیم چطور میشه به اون نتیجه رسید. کسی که فرض کنید یک ساختمانی بنا میکنه، اول بنا کردن و این فعل از او سر میزنه و نتیجتاً این بنا در خارج تحقق پیدا میکنه. کسی که شکستن را انجام میده، شیشه را میشکنه، از او شکستن سر میزنه، اول چیزی که از او پیدا میشه شکستنه و در نتیجه شیشه ای که در خارج هست شکسته میشه. کسی که نقاشی میکشه، اول چیزی که تحقق پیدا میکنه فعل اوست، نقاشی کشیدن اوست، در نتیجه در خارج آن تصویر آب و رنگ و روغن و شکل خاص در خارج به عنوان نقاشی تحقق پیدا میکنه. خوب، آیا در اینجا ما دو تا چیزی مانند نقاشی داریم؟ نه، دو چیز مانند نقاشی نداریم. یک نقاشی کشیدن داریم، دو اون نقاشی که در خارج تحقق پیدا کرده. پس اولین چیزی که سر میزنه و تحقق پیدا میکنه اون فعل فاعل مختاره و اولین چیزی که در خارج به تبع این فعل، در اثر این فعل به عنوان یک جوهر یا عرض تحقق پیدا میکنه اون نقاشی هست که در خارج پیدا شده. نمیشه بگیم که این نقاشی بدون نقاشی کشیدن پیدا شد، نمیشه بگیم که این شیشه بدون شکستن شکست. خیر، شکستنی باید باشه تا اینکه اون شیشه شکسته بشه. پس فعل باید باشه تا مفعول در خارج تحقق پیدا بکنه، ولو این که این فعل از سنخ فعله، از مقوله فعله، خودش مانند اون نقاشی یا شیشه در خارج یک وجود جوهری نداره. بنابراین ما فعلی که ازمون سر میزنه اثری هم در خارج داره که اون مفعول و اولین شیء است که به عنوان جوهری یا عرضی در خارج محقق میشه. خب آیا میشه بگیم که شکستن خود همون شیشه شکسته است؟ خیر، شکستن خود همون شیشه شکسته نیست، بلکه شکستن فعلی است که فاعل مختار انجام میده و اون شیشه در نتیجه این فعل شکسته میشه. لذا ممکنه من شیشه را بشکنم، ممکنه شما شیشه را بشکنید، ممکنه کسی دیگه شیشه را بشکنه و اون شیشه در خارج شکسته بشه. پس فعل
و عمل اون چیزی است که از من فاعل مختار سر میزنه و در نتیجه اثرش هم به عنوان اولین مثلا وجود جوهری یا عرضی در خارج محقق میشه. حالا درباره خداوند تبارک و تعالی هم دقیقاً این مثال رو بررسی میکنیم. البته ذات احدیت با ما این تفاوت رو داره که خدا دست و پا و بیل و کلنگ و آلات فعل و ابزار عمل نیاز نداره، وجودش هم متجزی و دارای حرکت و جنبش نیست. اما از این جهت که علی ای حال خدا خلق می کند که در خارج مخلوقی موجود میشه و خلق کردن فعل باری تعالی است، ایجاد کردن فعل باری تعالی است، ایجاد کردن زمین و آسمان فعل باری تعالی است و موجود شدن اون زمین و آسمان مفعول و مخلوقی است که در خارج تحقق پیدا میکنه. پس در هر کاری که فعل فاعل مختاره، در هر چیزی که فاعل مختار ایجاد میکنه، در واقع دو چیز محقق میشه. یک، نفس اون فعل که از فاعل مختار سر میزنه، حالا در ماها با حرکت و جنبش، و در خدای تبارک و تعالی فاعل بلا آله، بدون این که ذات احدیت آلت و ابزاری نیاز داشته باشه یا در ذات و حرکت و جنبشی امکان داشته باشه، فعلشو در خارج انجام میده و اون مفعول محقق میشه. فعل ما زمان داره، مکان داره، فعل باری تعالی هم زمان و مکان داره. مثلا نقاشی کشیدن من ممکنه تو این اتاق باشه، ممکنه تو اون اتاق باشه، ممکنه تو مدرسه باشه، ممکنه تو خونه باشه. خلق کردن باری تعالی خورشید را تو آسمانه و زمین را توی زمینه. پس خلقت خدا، فعل باری تعالی، زمان خاصه خودش و مکان خاص خودش رو داره. خلقت خورشید در آسمان و خورشید و اشعه‌اش در اونجا پیدا میشه و خلقت زمین در زمین تحقق پیدا میکنه. جا به جا کردن ابرها در آسمان انجام میشه و روییدن درختها و گیاهان در زمین انجام میشه به فعل باری تعالی. پس از این جهت فعل زمان و مکان داره. همونطور که فعل ما زمان و مکان داره، فعل خداوند متعال هم زمان و مکان داره. مفعول من هم زمان و مکان داره. یعنی شیشه ای که میشکنه ممکنه تو این اتاق باشه، ممکنه تو اون اتاق باشه، ممکنه جای دیگه باشه. پس اون مفعول هم زمان و مکان داره. خود من فاعل هم زمان و مکان و حرکت و جنبش دارم، اما ذات احدیت که فاعل و خالق لامشه از زمان و مکان و اجزا و حرکت و جنبش نداره. پس از یک جهت ما با خدای تبارک و تعالی کاملا مباین هستیم که ما با حرکت و جنبش و آلات و ابزار فعل رو انجام میدیم و ذات احدیت با آلات و ابزار فعلش رو انجام نمیده و زمان و مکان نداره و فعل در من و خدا دارای زمان و مکان هست، نه فاعلش هم که خدا باشه دارای زمان و مکان باشه، و مفعول هم که مخلوقه، مخلوق هم در زمان و مکان خاصی پیدا میشه. حالا در این اتاق من نقاشی رو بکشم اینجا حاصل میشه، و خدا هم که فعلش رو در هر جای انجام بدهد، اون مفعول در اونجا محقق میشه. اللهم اني اسالك من كلماتك باتمها وكل كلماتك تاما. اللهم اني اسالك بكلماتك كلها. بنابراین نمیشه بگیم فعل من نفس اون مفعوله. نه خیر، فعل اون عمل اختیاریه که من انجام میدم و اثرش هم پیدا میشه. حالا در مورد خدای تبارک و تعالی، بر مبنای صحیح عقلی و برهانی که کسانی با بدیهیات آیات و روایات و مبانی عقلی قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنایی داشته باشن، دقیقا این معنا درک میکنن که خداوند تبارک و تعالی ایجاد میکند و ایجاد فعل خداست، و اولین چیزی که در خارج به عنوان یک جوهری پیدا میشه اون مخلوق و مفعولیه که باری تعالی ایجادش کرده. مثلا اولین چیزی که باری تعالی ایجاد کرده نور محمد و
آل محمد صلوات الله علیهم اجمعینه. اما این نور را خدا ایجاد کرده، ایجاد باری تعالی علت است و سبب است و مقدم است بر وجود اهل بیت علیهم السلام. اما اولین چیزی که در خارج به عنوان یک جوهر و عرض پیدا میشه خود نور اهل بیت علیهم السلام. معنای ایجاد یک فعله، نه اینکه در خارج یک چیزی باشه کنار اهل بیت و مقدم بر اهل بیت بخواد چیه به عنوان یک جوهر یا عرض محقق شده باشه. این معنای ایجاد را در روایات ما به عنوان ابداع، ایجاد، خلق، مشیت، اراده نام نهادن. اراده خدای تبارک و تعالی برخلاف ماست، یعنی اراده باری تعالی فکر و ذهن و اندیشه نیست. اراده باری تعالی نسبت به تکوینیات و نسبت به زمین و آسمان و اهل بیت و همه موجودات، اراده اش همان ایجاد و ایجادش همان ابداع و ابداعش همان خلق و خلقش همان مشیته. لذا ما در اینجا چی میگیم؟ میگیم که خداوند تبارک و تعالی اول چیزی که محقق میشه ایجاد باری تعالی است. خدا ایجاد را به وجود میاره و در نتیجه ایجاد این موجودات تحقق پیدا میکنن. اول چیزی که باری تعالی ایجاد کرد اهل بیت علیهم السلام بودن و اهل بیت به ایجاد خدا موجود شدن. کسی فکر نکنه که ایجاد خودش یه چیزیه، مثلا مانند یه گل در کنار اهل بیت که قبل از اهل بیت ایجاد شده تحقق پیدا کرده. خب اهل بیت را باری تعالی با چی ایجاد کرد؟ با ایجاد. چطور اهل بیت موجود شدن؟ به ایجاد باری تعالی. ایجاد را خدا به چی ایجاد کرد؟ ایجاد را دیگه ایجاد نمی کنن به ایجاد دیگه. نمیتونیم بگیم من این شیشه شکسته را با شکستنم این گونه شکسته قرار دادم و شکستنم را شکستم، شکستنم را به شکستن دیگه. دیگه نمیگم بگیم من شکستن را شکستم، شکستن را شکستم. نه، میگم شیشه را شکستم ولی شکستن نفس فعل منه. پس شیشه شکسته را با شکستن شکاندم و شکاندن و شکستن را به شکاندن و شکستن دیگه ایجاد نکردم. میگم من شیشه را با شکستن دو تکه کردم و شکستم، ولی شکستن به نفس شکستن محققه. اون فعلی است که من دیگه به خودی خود اون رو انجام دادم و اعمال قدرت کردم. اعمال قدرت من میشه شکستن. اینجاست که یک روایت بسیار عجیب و غریبی از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رسیده که میفرمایند خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. البته این مضمونه که در روایات شبیه این هم آمده، مثلا در همین باب صفات الذات و صفات الافعال حدیث آخر، حدیث 19 هم از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خداوند تبارک و تعالی اشیاء را به مشیت ایجاد کرده، اما مشیت را به نفس مشیت ایجاد کرده. یعنی چی؟ یعنی ایجاد نفس فعل باری تعالی است. ایجاد نفس ایجاده، نه به ایجاد دیگه محقق بشه. اما عالم و اهل بیت و همه ما سوى الله به ایجاد باری تعالی موجود شدن. پس خلق الله المشیت به نفسها، یعنی خدا ایجاد را که معنای فعلی و مصدری است به نفس ایجاد ایجاد کرده و تحقق داده، و اما سایر اشیاء به ایجاد موجود شده. عالم را به فعلش و خلقش محقق کرد، ولی خلق را خلق دیگه ای در دنبال خودش نداشت که بخواد خلق به خلق و خلق و خلق و تسلسل ایجاد بشه. حالا بعضی متاسفانه که مبانی دستشون نیست و در واقع همون وحدت وجودی ها هستن که ذات خدا را مانند ابری می دانند که به صورت قطرات باران در آمده، یا مثالی که همیشه زدیم یک بخار نامرئی که می شود باران و ابری که اون منشأ موجودات دیگه میشه. اینجا فکر کردن که اون مشیت یعنی یه چیزی در خارج، بعد گفتن مشیت یعنی اهل بیت. خب میگیم اگر مشیت یعنی اهل بیته، چطور میشه خدا مشیت را به خود به خودش ایجاد کرده؟ یعنی اهل بیت رو به خودش ایجاد کرده. اگر اهل بیت علیهم السلام موجود بودند که ایجاد کردنشون معنایی نداره،
و موجود هستن دیگه. اگر معدوم بودن و موجود نبودن، چطور میشه چیزی را به خودش ایجاد کنن و موجود کنن در حالی که معدومه؟ مگر میشه چیزی را به خودش موجود کنن؟ این حرف بسیار مضحک و غلطیه. اما اینها متاسفانه چون مبانی دستشون نیست و از طرف دیگه قائل به وحدت وجود و تطور و تعینات ذات خدا شدن که خدا تبدیل شده به صورت عالم، لذا میگن که بله اول چیزی که از خدا صادر میشه و خدا به اون صورت در میاد همون نور اهل بیت علیهم السلامه که این مشیته و این به خودش ایجاد شده. شما حتی میگن حق نداری خالقیت رو به خدا نسبت بدی. مثلا شیخی ها، شیخ احمد احسایی و اتباعش میگن اگر شما بگی خدا خالق است، خدا حادث شده، حق نداری خلق رو به خدا نسبت بدی. میگیم خب پس کی خلق کرده؟ میگن اهل بیت خلق کردن. میگیم خب خود اهل بیت کی خلق کرده؟ میگن دیگه ما اینجا رو کار نداریم، ما اینجا دیگه عقلمون نمیکشه. میگیم خب یعنی چی؟ اگه قرار شد شما حرف باطل بزنی آخرش بگی من اینجاش نمیفهمم، همه اهل باطل دیگه راه انحرافشون و منحرف کردنشون باز میشه دیگه. این عقیده بسیار باطلیه و راه فرار درستی نیست. بعد میگن ما در روایت داریم که خلق الله مشیت به نفسه ها، خدا اهل بیت رو به خودشون ایجاد کرده. میگیم بابا اونجایی که میفهمد مشیت رو به خودش ایجاد کرده، نه اینکه اهل بیت مشیتن به این معنایی که تو میگی. اگر میگیم اهل بیت مشیت الله هستند بر فرض چون حرفی باشه، یعنی مشیتشون با مشیت خدا یکیه، آنچه خدا بخواد اینا هم میخوان، نه اینکه اینا نفس مشیت خدان. چون نفس مشیت باشن چطور خودشون به خودشون ایجاد شدن؟ این حرف غلطیه و به همون وحدت وجود میکشه. بنابراین خداوند تبارک و تعالی مشیت و ابداع و ایجاد و خلق را به نفس خودش و اعمال قدرت و کاری که خدا انجام میده و اثرش در خارج، اولین چیزی که در خارج موجود میشه همون نور محمد و آل محمد علیهم السلامه که به عنوان یک جواهر و اعراضی، ذوات خارجیه غیر از نفس فعل و ایجاد باری تعالی در خارج محقق میشن. و این روایت بسیاری از مشکلات باب رو حل میکنه. اما متاسفانه تفکیکی ها، شیخی ها، صوفیه، فلاسفه، عرفا دقیقاً این روایت رو همون جوری که عرض کردم غلط معنا میکنن و فکر میکنن که خود مشیت یه چیزیه، قلمبه در خارج، اسمش هم مثلا نور اهل بیت، و بعدم در پاسخ به سوالات تناقض میگن و آخرش میگن آقا اصلا ما اونجا رو دیگه کاری نداریم. و اینم که معلومه برای اینه که تناقض گفتن و خودشون متوجه میشن انگار که دیگه نمیتونن حل کنن و اینجوری میخوان فرار کنن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.